با برنامه داوود سلطان زای خوش آمدید. در این هفته راجب استقلال صحبت های زیاده شده. خود رادیت از زمانی که انسان ها خلق شده در خلقت عجین بوده و از زمانی که پروردگار اراده کرد تا با اراده باشیم جوامع بشری و انسان ها راجع به استقلال فکر کردن و عمل کردن استقلال با انواع مختلف و اشکال مختلفش اهم از استقلال اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به تمام زوایای زندگی انسانها ها اثر گذاشته و انسان ها کوشیدن از او به عناوین مختلف استفاده بکنند افغان ها هم در مورد استقلال و بحث استقلال کوشا بودن و قربانی های زیاد دادن و شمشیر و پایمردی در مورد است، استرداد استقلال یک امر پر افتخار است اما پر افتخارتر ای خواهد بود که ما از او استقلال چی نو استفاده خواهیم کرد و استقلال چی نو در, نو در, در خدمت انسان های جامعه قرار خواهیم داد در این امر افغان ها عموما کوتا آمدن با پای مردی و سلح شوری استقلال به دست آوردیم اما متاسفانه از او استقلال در ارتقای جامعه و در خدمت مردم و انسان های از مملکت چندان استفاده نشده و در این امر نخبگان جامعه سیاسیون و مخصوص رهبری های متمادی افغانی غیر مسئولانه و بعض ها در بعض موارد خائنانه عمل کردند در مورد ازی بحث و بحث های مرتبط به ای با دوستان خود در پنل استاد حبیب الله رفی لیکوال معرخ او دی افغانستان دی علوم و در سلاکار آقای پوهنوال دکتر محمد داوود راوش استاد پانزه علوم اجتماعی در دپارتمنت فلسفه و ما زويني به سه موحترم او عزيز ما کي دا ني تشريف ورده يک جا خواسته دي مو وايي بس ادامه خواسته دي با شما خوش آمديد مګيم و همه یې شما استاد رافي په شي له دې سي په ډیرو عميق موضوعاتو باندې لارسو اول خه تاسو دي مارخ پايشه ودي ليكول پايشه په د استقلال پرتبات دې لیکل لیکنه کړيدي او باسو نوم کړيدي او تاسو ا ا لیک ا د دې مارګ پايس بدیکي تتبوات لري مګر متاسفانه مونږه هميش د افغانستان د استقلال په حق لا په څو پیړیو کې فقط د جګړو د افغانستان د خلکو د سرشندونو او د نور قربانیانو پرتبات قربانیو پرتبات خبري کړی مګر په دې باندې بحث نه دی کوي چې څنګه د د خپلواک د افغانستان د ټولنې د خګر لاره لپاره څنګه استفاده وکړو د مغارخین د ډیر زباد په موضوع کې ډیر عاجز راغلي دی موضوع واکل تاسو نه لن نه او تاسو راغورئ زت هر څولان دی د رونو کتون کو ته خپل ته او د سلامونه ورن د کوم او ور سره د افغانستان د خپل واقعي د دوه نیو هم کلیزي پویاړ دوی ته مبارکي ور کوم واقعیت دا دی چې لوملای پلندیز او با دوه يم چې افغانستان د خپل پول ژوند پودو کی د مستقیم استعمار ژغتا غاړه نه دی دی یو یار دی په تاریخ کې او دا, دا باهره نو یو ماریخینو د خبره منلې ا انگریزۍ کې لاک 1309 د شو پاتله سوا اتاویا کې دوځل په افغانستان وسلوال تیرای وکل چې افغانستان د کډنورې وادونو غونډه مستعمره کلی لیکن د افغانستان قهرمان ولس دوی ته غاښ ماتون کې ماتې ورکړي او پلس هاو زره لخرې دلته تباشوي دغه نوروست د دوی غیر مستقیم استعمار لارونه ونیول د غیر مستقیم استیمار لار په نیولو سره دوی دا عمر خان سره خبري وکړي او د غوسره پټ قراردادونه وکړل او دا عمر خان حاضر شو چې د انګریزانو لپاره په افغانستان کې حکومت وکړي داخلي كورنه یا ازادي د دپلاس کی وی او خارجي واکي د انګریزانو پلاس کی وی د حالت سلويخت کاله دا وان وکړ افغانان متوجي شو د دین اوران دی پتورماته ورکړې وا دا زلدوی هم فکری ه حرکت شروع کول چې غاډي مشروعیت غورځنګ او بل اخر د مشروعیت غورځنګ د خپل قرباني او هڅو په نتیجه کې وت وانید چې لاسپوسه پچا امیر حبیب الله خان ووجني او د دوی ملګري علحضرت منلا خان د افغانستان بشپړ خپل وکیلان دا وشول اوس د تاسو په ختنه تر راځم علحضرت منلا خان وویل پیو واینا کی چې ما خپل ژوند د هیواد د ازادۍ لپاره قرباني تېخي وو دي دي وو شېام ژوند تلاسه شوی او هم ازادۍ تلاسه شوی زب پات ژوند د افغانستان د ابادي لپاره وقف وو هغه وو چې د واقعان د استقلال نه استفاده وکړه معرفي پټول افغانستان کې خور کړه مطباعي پټول افغانستان کې خور کړه د قاد ژوند لپاره پټول ساحو کې قوانين وځکړل تقریبا د 15 یو شاوخه نظام نه 100 قوانين جوړ کړل په دې کې اساسي قانون هم وو او نور د هوا د ودانهولو لپاره اقدامات وکړ د دي یو ډیر عصري خار د جوړولو کار وکړ چې دا دارالاسلام نه نه خرابای چې موږ نه د ساتلې ده د تاسې د پښتني جواب د چې موږ د خپل استقلال نه داسې استفاده کړې نه دا خارجي جوړ کړي افغانستان یو ابرمند مرکز وليري او د دنیا نه چې څوک راځي او وګوري چې افغانستان هم یو پرمختللې هیواد درنه په دې اساس انګريز پچاو کې نه استو هغه یو 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 خبر به د دې خواته لاړ شو چې تاريخي موضوعاتو باندې خوندور ډېر خبرې کوي زغورم چې په اې ان ډي باندې خبرو کوو چې عمل دا است تاسو د بل ناخان شتبااهاتو باندې ناراضو چې ډاکټر صاحب محترم شما روم خوشامدیت میګم ما با فامیل امان خان آشنایی دارم یک برادرزاده بسیار محترمش که دوست ما, ما بود و خدا را مغفرت کنه فوت کرده یک روز برای گفت که امان خان یک شهزاده بود ام. که در دربار بزرگ شده بود و به شکل بسیار ملایمش میخواست دکتاتورانه خواسته های خود در افغانستان پیاده بکنه دور از واقعیت های افغانی دور از واقعیت هایی که در افغانستان چی میگذشت و مردم چی آمادگی ها داشت درست است که نیت رهبرا مهم است اما در این زمان درک واقعیت های جامعه هم اه اه ضرور است که وفق داده شود با اون نیت ها در این مورد یک شهزاده که نیت خوب داشت و با از دربار برخواسته بود از مردم خبر نداشت از توده ها خبر نداشت با تمام نیات نیک خود بالاخره در یک مرحله رسید رسان افغانستان که افغانستان با یک ویران هم مبادل شد بعد از رفتن از از دیدگاه فلسفی وقتی که ما میبینیم وضع افغانی را رهبری های افغانی را شما من یک دکتر فلسفه استاد دانشگاه و تطبعات هم داشتید از, از دیدگاه خود شما را چی, چی نمو ترسیم میتونید بکنید به مردم ما تشکر تشکر از شما از دوتان و آزادی و استقلال افغانستان و دومین سالگرد شب تمام ملت و مردم و دوستای عزیز تبریک میگیم خدمت شما شبه که آزادی درک ضرورت و یک واقعیت تاریخی است آزادی یک به شکل میکانیکی یا به شکل میکانیکی که آمدن یک گروه از مردم در ره، رس رهبری است که بتانه جامعه را به یک طرف سوق بته و بدون اینکه واقعی از درک واقعی ملت وسط آگاهی ملت در او سطح باشه که آزادی رو به یک یک خواست واقعی خود خواسته باشند در یک پرادکس بین خواست رهبری و خواست ملت وجود داره هرچند روح آزادی خواهی در افغانستان به صورت تاریخی یک پیشینه داشته این درست نیست که ما بگوییم که افغانستان یعنی در زمان شاهمان الله صرفا بر روی آزادی خواهی جدیدن وارد شده اینطور نیست افغانستان پیشنی تاریخی حدود 5000 ساله داره که قیام های دیخانی، قیام های کارگری، قیام های مردمی کارگری که مردمی در افغانستان به خاطر عدالت خواهی، به خاطر رهایی آزادی وجود داشته که میتونیم از قیام های تاریخی در پیش از, استخلا... پیش از ایجاد افغانستان در سال 1747 بعد از 1747 و در زمان خراسان در زمان قیام های ابو مسلم ها. قیام مزدکیان، قرمیتیان، مای سربداران، مردم های زیادی در رای آزادی برای خاطر حریت و آزادی افغانستان کار کردن ولی او آزادی فکری را که ملت ها و مردم ها با درک آگاهی با, با یعنی با فیزونی آگاهی خود به او مرحله می رسن با دریغ که افغانستان در اون مرحله تاریخی نداشته یعنی ما اینطور گفته می که اکثریت قریب به اتفاق به سواد جامعه که تقریبا او درک واقعی را که برای آزادی یک آ... آ... انسان آگاه داشته و که بتانه به یک آگاهی به یک آزادی واقعی برسه در ملت کمتر وجود داشته میتونیم بگیم یک الیت یا یک قشر فوقانی جامعه با نخبه ها با این درک آشنا بودن ما اگر درست تعمیق به تاریخ معاصر افغانستان نگاه کنیم که استادای تاریخ معاصر افغانستان تشریف دارن در اینجا کمتر جنبش روشن فکری مثلا جنبش عدالت خواهی مثلا نوشتن کتاب، اخبار، رسانه ها، روزنامه ها اینا کمتر بوده ولی باز هم روحی آزادی خواهی چون پیشینی تاریخی در درون ملت داشته از نظر فلسفی میتونیم بگوییم که افغانستان روحی آزادی خواهی داشته ولی او در اما چی شد استاد دکتر سب چی شد که روحی آزادی خواهی مردم در در دست رهبرای سیاسی خرد و خمیر شوه و ازو بر نسل‌های آینده تهول هیڅ ارماغان نداریم ما چی دریم ما وینين 92 سال قبل یا 90 سال قبل نزدیک به یک قرن قبل یک دستورده دو قصر ساخته شده یی مملکت که او هم بنا بر جنگ‌های داخلی به یالهت است بعد ازو ما چی دستوردهای دریم که نسل جوانی که د اینجا نشسته و نمایندگی نسل جوان به به او امید ادامه بتن زندگی خدا و امیدوار باشن که بهتر تر زندگی خود کردن خب یک اساسیش خب فیزونی آگاهی نسل جوان است نسل جوان باید تعلیم تربیه درست ببینه نسل جوان باید آگاهی خود به آگاهی خود بیافزای نسل جوان باید با عمق آزادی با عمق از اون تفکری که انسان انسانی آزاده از درون اول خود آزاد باشه تا امی آزادی فردی متضمن آزادی تنها یعنی نسل جوان در این مسئولیت داره یا رهبری ف... های سیاسی هم به این مسئولیت داره رهبری سیاسی افغانستان هم میشه که در مورد ساعت ها گپ زد رهبری سیاسی افغانستان اون رهبری یک تیم گسترده که بتونه دیف وسیع از افراد در بر بگیره نبوده رهبری افغانستان متشکل از 100 تا 50 پنجان... تا 100 نفر بوده یا اتر گسترده یک... کمپانی یک کمیت،, یک کمیت منحصر بوده منحصر بوده یک کمیت گسترده که فراگیر باشه و جامعه را فرا بگیره متاسفانه با دریغ وجود نداشته اصلا بعد از انقراض دولت های تیموریان و بعد دولت های بدی که در افغانستان آمده جنبش روشن فکری در افغانستان شکل نگرفته شکل چرا نگرفته؟ چرا؟ خب دلایل مختلف داشته یک دلیل دل... 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 اقتصادی بوده دلیل تجاوزات یا مداخلات کشورهای بیگانه بوده حضور است گسترده استعمار در جهان بوده قرن 17 و 18 دیگه قرن 20 نبوده قرن 17 و 18 قرن تقریبا تقریبا بگیم تاریکی بوده تقریبا استعمار در جهان مسلط بوده و افغانستان هم تو میزی مسئله بوده شده درست. با دوستای عزیز خود ده اینجا رجوع میکنیم استاد تاریخ اینجا نشستن استادای دیگه نشستن ما میخوایم اول به جوانای عزیز خود اینجا خوش آمدید بگویم و خیر مقدم بگویم میخوایم امی پینل باز بکنیم با صحبت های شما کوشش بکنیم که صحبت ها به شکل سوال مطرح شود سوال هایی که پیش شما بسیار مهم است به نزد شما من نسل, نسل جوان او ارزوهایی که دارن سوال هایی که مطرح میتونین بکنین او را اگر یک دو سوال از شما بگیریم و او را راجع میسازیم به دوستایی که دا اینجا در اینجا تشریف دارن و در دا فینال تشریف دارن و کوشش میکنیم که صحبت به مشکل ادامه بده مهربانی کنیم بسم الله الرحمن الرحیم بنده وحید الله دانش هستم دانشجوی دانشکده حقوق علم سیاسی دانشگاه کابل سال سوم سوال ما در رابطه با صحبت های استاد هستن که گفتند در رابطه به ذهنیت استقلال سوال ما است که عواملی که باعث این شد که ملت افغانستان ذهنیت درک آزادی را نداشته باشد چی بود و یا اگر داشت خیلی ضعیف بود ما سوال شما راجع میکنم به استاد بسیار عزیز دوست من آقای فردین من فکر می کنم چیزی که در واقع ما نتونست یا جامعه نتونست به او تحول برسونه نوعی استعمار فکری است ما تقریبا 92 سال است که از استقلال ما میگذره در زمان ما استقلال پیدا کردن که خیلی از کشورها وجود ندیشتن و حال شک گرفتن و از ما خیلی برتر شدن او چیزی که اجازه نداد ما بی وضعیت در واقع برسیم بی آزادی واقعی برسیم نوعی استعمار فکری که در جامعه ما متاسفانه وجود داشت است و ای استعمار فکری اجازه تحول به ما نده ما نتونستیم از یک جامعه سنتی تحول پیدا کنیم و تجدد تجربه کنیم در عین زمانی که خیلی از موانعی نو... که در این مورد وجود داشته یک دو, دو سه مانعی عمده اگر شما مانعی عمده او چیزی است که اگر جامعه خواسته باشه از لحاظ توریک تحول پیدا کنه ما بین نخبگان و عوام باید نوی اجماع شکل بگیره متاسفانه در ابتدا اگر هر چند ما خواستیم تجدد وارد بکنیم او ارتباط نتونست به درستی برقرار بشه و در ادامه ای تحول ما میخوایم بگم که نوعی نظام منطقوی هم که ما در او زیست میکنیم به ما اجازه نداد یعنی فضای استراتژیکی که در افغانستان وجود داره یا موقعیت استراتژیک افغانستان اجازه تحول از طرف قدرت های دیگر به اون نمیده ما میخوایم در دو بودی سوال جواب بدم هم ضعف است در نخبگان ما و هم در موقعیت استراتژیک افغانستان قرار گرفته است با موقعیت استراتژیک افغانستان اگر شما یک جامعه مدرن ایجاد کنید چنین جامعه فضا برای خیلی ها تنگ میکنه این فرق نمیکنه که در 1919 بوده باشه انگلستان روسیه همسایگان ما بوده باشند یا دیگر همسایگانی که امروز ما خودشان مواجه هستیم تمام این ابعاد در واقع باعث ضعف ما شده و اجازه نداده که جامعه افغانستان تحول پیدا کنه میخوام یک سوال ما مطرح کنم با شما برمیگردم امی به ارتباط از این موضوع قبلا هم عرض کردم ما میخوایم سوال از دوست بسیار عزیز ما آقای مجدک یک نویسنده و در یک،, یک شخص بسیار فعال در در جنبش های اسلامی ما در ارتباط دین و عقیده در موارد ملی مخصوصا در مکتب پان اسلامیسم فعلا و ارتباط از با جهانی شدن از یک طرف افغانستان در یک, یک قرار گرفته که از یک طرف منیش ملت مسلمان ما عقاید داریم انانات داریم افتخارات داریم و عقاید ما ما را به یک طرف میکشونه از طرف دیگه کشش های جهانی اقتصاد جهانی جهانی شدن به یک طرف دیگه افغانستان را این مردم افغانستان این دو چیز چطور آشتی بتن بسم الله الرحمن الرحیم رابطه البته تنها این رابطه را افغانستان با مسئله جهانی شدن نداره در مجموع جهان اسلام و کشورهایی که خیلی از افغانستان پیشرفته تر هستند در میان کشورهای اسلامی اینا هم با این مشکل مواجه هستند یعنی مشکل میان سنت ها و مدرنیتی آنچه که گفته میشه و همیشه هم مطرح شده مسئله ای است که آیا با جهانی شدن توان آنچه را که داریم او حفظ بکنیم یعنی ما فکر میکنیم که یک یکی از دغدغه ها هنوز هم در جوامع اسلامی همی است و یکی از مشکلاتی که امروز ما در جهان به اون مواجه هستیم و یک نوع اختلاف میان جهان اسلام و کشورهای غربی را می بینیم روی امی مسئله است و هنوز هم این مسئله چالش های خود داره و متاسفانه حل نشده و یک موضوعی است که پیچیدگی های بسیار زیادی داره تشکر بسیار از دوستهای خود دوست ما دست خده بلند کرده بود به اونجه مایک میتانین ببرن اینجانب محمد اکبر حسنیار هستم محصل پنزده حقوق و علوم سیاسی پهنتون کابل یک سوال داشتم از جناب سلطانزوی صایباست سوالیم از بزرگوار سلطانزوی صایب ای ست که شما در رابطه به مسئولیت صحبت کردین و و یک بخش از مسئولیت به جوان اشاره ما هم در رابطه به این مسئولیت از شما سوالی داریم که ما امروز, امروز خود را در آینه دیده و فردای خود را تصور میکنیم امروز با همه مشکلات ها و درد و رنجه هایی که در افغانستان وجود داره و همه سیاست های مغلق و پیچیده ای که و یک ختمشی درست و هدف واضح و روشن نداره با همه سردرگمی ها و و ای ملت از قرها انبوه از قرها غرق ساختن و, و قسمت ازر راجع ساختن و, و جوانان چونه است د ای رابطه جواب بتن سوال شمابسا عمده ست و هیچ نسل حق نداره بمسئولیت بی فوقالعاده بیباکانه بار مشکلات خوده بالای نسلهای ده امبار کنه و چی از دیدگاه مادی چی از دیدگاه معنوی چی از دیدگاه اجتماعی از هر دیدگاه نسل امروزی در مورد نسل فردا مسئولیت داره پدر یک فامیل در مورد اولاد خود مسئولیت داره و نسل امروز پدر نسل فرداست به مو اساس هیچ وقت یک نسل که امروز در دامان خود نسل آینده را میپروانه نمیتونه از مسئولیت هایی که نسل آینده از او باز خود کرد در امان باشه و نسل امروزی باید این مسئولیت خود بدانه ا مېرمنبا як دوسه دی خو تاسې مېرمن بسم الله الرحمن الرحیم انیت الله نصر دی کابل پونتون دی حقوق اساسی او نوم دی پانزی حاصل غواړم چې نن دی په دی اخلاص مجلس کې دی وزوان په حسابندی لغپل ګران استادان یو پښتون ولر ما هغه دات چې مو افغانانو د تاریخ په ودو کې تل د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره مبارزه کړی دی ول د خپلواکی او د خپلواکی او د خپلواکی مبارزي ترمنس دوا یو بل نقطه همشته چې هغه محصول ده خپلواکی دي پدېمو فهم چې کله چې موږ خپلواکی لاسرول کدي بشر تاریخ مطالعه کو ک انقلابو نو مطالعه کو خپلواکی لاسرول لسو ده خو هغه مفاهیم سله خپلواکی نه به و حاصل شي لکه حکیمت ملی واله پرمختګ او نور داس مفاهیم متاسفانه په افغانستان کې د مفاهیم لاس نو راول شوې زم اوس ولدا دي سنګه کولایست دي خپلواکی د مفهم نه هغه دوم جز چی ملي حکومیت د خپلواکی د ملي حکومیت د ازادۍ د او پرمختګ د سنګه موږ افغانلرس کولایستو هغه لاس سره وړو تشکر د تاسو نه د تاسو د سوال ځواب مېرمون رفعت وراندې بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و جوادت دارم خدمت بیندهای محترم شما دوستان که در اینجا تشریف دارن نکته بسیار خوب رینا اشاره کردن یکی از دلایل که ما می توانیم که امروز واقعا همه جامعه را شامل یه از نکات بسازیم این است که ما بتوانیم یک تعادل ایجاد کنیم متاسفانه همیشه همچنان که پیشتر استاد محترم فرمودن همیشه در جامعه در جامعه جامع افغانستان اساس طوری بوده که یک جانبه به همه چیز پرداخته شود یک تعداد افراد همه چیز را در دست داشتن و نگذاشتند که جامعه در ک رشد کنه و ما جلو رشد جامعه را بخوازی گرفتین وقتی که یک جامعه تلاش کنه و تفکر اساسی فکری خود برسه در روز زمان است که محدود می ساده صلاح تا و همچنان متاسفانه قدرت را در اونجا هست و اینجا متاسفانه نماندن کرش کنه و میخواد از ما فکر میکنم امروز زمان وزی فرا رسیده که ما ضمن نزدیک یک جامعه را شریک می سازیم توجه به داشته باشیم که بستر مناسب صورت بگیره و واقعا بر بستر اساسی به خاطر پیشرفت سرش فکر کنیم و بفهمیم که چگونه می که سطوح مختلف جامعه را شریک بسازیم در همه بخش و چگونه می که اینا را بسازیم. مشارکت بسازیم. معقول محقول. مشارکت بس. معقول متاسفانه همیشه ما ما به صورت سمبولیکش به موضوعات پرداختیم اگر بس بر فکر کردیم و مشارکت زنان اگر فکر کردیم و مشارکت جوانان اگر فکر کردیم به قشر مردم همیشه اخ یک ساعت بسیار محدود مد نظر گرفتیم و صورت سمبولیکش ازش استفاده کردیم و می خاطر بوده که تمام دستاورد هایی که ما داشتیم دستاورد ها همیشه وقت به عوض از اینکه انکشاف کنه و دستاورد های غیر منکشف تبدیل شده و ما فکر می کنیم روز زمان ازو رسیده که ما وقت تکیه می کنیم بر اساسات و اساسات به صورت بسیار اساسیش از بنیاد سرش فکر کنیم و جامعه را شریک بسازیم تا بتونیم که افسازو دستاورد ها را به صورت بسیار معنویش داشته باشیم نه به تشکر دوپاره بار مې غرديم با شما استاد استاد محترم استاد تاس نه غواړم چې دغه په خپتنو کوم چې د افغانستان تیر تاریخ او اوسنۍ نسل او آئنده مشکلات د تاریخ پر وړاندې هغه جوامع چې د دې مشکلات نه حس کا غاره وتل دي هغه د تېر ونځ د کړې زدا زد... کړې مکمله و مګر متاسفه نه مونږ خپل شتباات همیش تکراره وو د یو مورخ پايس تاسو د دې جوامع څخه رقم چن... چن... جوامع با... وایلیسي او څو کوڅه د کڑکې چن دایره اوزو او یو <مسیر <تالارك> <حقیتو ست ده محصر مسیری> او مسیر تا لاره خقیق د مسر مسيري بله لومړی خدا وایم چې لزرته من له خان تقریبا یو پیړی مخکې ژوند کړي او یو پیړی مخکې استقلال خېسل شوی د غړي پیړی شرایط بیل شرایط ومګ باید د اوسنې او شرایطو پراناکونه کی ونی چې هغه داس وخت وو چې په دی منطقه کې انګريز مسلط وو زمو ښاوه خو هي وادونه د انګريز مستعمره وی او انګريز د مستعمره درلود چې په و کې مر نه دوبیدا او علادر ته ماندا خان چې من ستراغي د وخت وو چې دلته ادي خلک قدرت نشوې رسیدلې یعنی دا ضروري و چې دماغ کورنۍ نشو کراغلې وای نه په دی اساس علادر ته ماندا خان چې راغي وو سلسله ملی اساسات درلود موته دو څل وخت کال مخکی یاور محمود کې د یاور وو وو قصه کړي و چې مو چې ماشومان وو زې د حضرت ملخان سره یو ځای وو په ماشوم توپ کې بومغلوبې کولې بالختون بوم کې خوده لو د لړګي توري بوم جوړې کړي و دا بوم چې وو هاله بالک چې چاپښو نه 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 نه, نه تاسو غوونی سي وا... بالخت بچې چاپښو نو بوم وو چې وانګريز وو ولزلو یعنی د حضرت ملخان سره د ماشوم توپ نه د انګريز سره د مقابله او د افغانستان د انګريز د استولو موضوع مگر یوازې استاد د انګریز وزل یا ویستل باید د موږ انګېزا نه موږ کانګرس بوسو ک روس بوسو امریکا بوسو کارزک بوسو دیو هدف لپاره باید بوسې دغه نه هدف مغو او وخت یوازې انګریز وزل څه ګټه په موږ وخت کې هدف هم دا و چې انګریز وزي او افغانستان آزاد شي او ابات شي امن الله خان افغانستان ابات کړ درسته دی چی دا په د فنکه همګار کوښښه وکړي چې ولاره پیدا شي آباد نسولې زبید شوی ما استاد زویماسي ار راهبر چې افغانستان د ځان د مفکورولو لپاره د ځان د غختون لپاره یو بازيچور نه جوړي هغه راهبر نه دی اګه اګه اوازې لوبي کوي افغانستان باندې او تر اوسه افغانستان یو یو لار پیدا کړی نه د اندل لپاره زمونږه افغانستان دی یو لوبي په اړتیا افغانستان باندې کار کوي زه په اړه <تصحة> مې لارښوونه <متحة> کوم چې څنګه <متحة> خبرې نګړي چې پاتکی برخه بي زیاده زه په سراحت هم چې اعلیحضرت امام خان ملی احساس تر لود ملی دري در لود لیکن مشکله در لود په جامعه کې علم عام شوې نه وو په جامعه کې هم کاران نه در لود مثلا دای په لوې جرګا کې بو ديجا وران دي کوي لوې جرګې ته لکه لوې جرګې د بودیجی په امت نه پی دای مجبور دي چاول بودیجه ورته تعریف کړي بیا وروسه دی لوې جرګې یاره وروسه دی لوې جرګې اجازه واخی یا مثلا دغه قصر چې جوړیدا یا ور محمود کیسه کوله چې زوی ورزراغلم کارګران او حساب کړي ویچ مخ په 50 پوله کار نه کوو د ورته وي مارته چې څوبره غاړي وي یوونی ما, ما افغاني نزه ولر ملزرت مان له خان ته وی چې د خلک کار نه کوي هغوی چې دوی ماش لیکتي دا ماور ته ویلو چې دوی باید کاروي یعنی دا شی ولاته چې کارګر په خپل حساب نشوای کولی د کارګر حساب باید کارګر ته ویل حساب وکدام درسته نه ده د رهبری کاوه غوخت لري چې خلک روخانه شي خلک خپل حقوق وني شي د قانون په برخه کې مداقه وکړو نیت کوي مګر جامع نه درک ضعیف و او یوکته افغانای ما مخصوصا در اروپا و امریکا اونا عموما عقل چل وزیره دارن راجع به افغانستان صحبت میکنن پیشنهادات میکنن که نیتشان بسیار نیک ما تمجید میکنم از علاقه به افغانستان نیتشان بسیار نیک است اما بسیار رومانتیک فکر میکنن راجع به افغانستان اینی افغانستان ماست یعنی ما شما ما شما الیت و نخبه های افغانستان هستیم که در اینجا نشستیم در پا، پای خرابه های نو دو سال قبل یک مملکتی که دیگه هیچ چیز نتونسته اما دوستایی که از بیرون برای ما منیس چل وزیر عقل میتن با وجودی که احترام برشان داریم اینا این مشکل افغانستان که میبینن آقای میر شما از شما میخوایم سوال بکنم که شما منیس یک ای افغان که هم در داخل در جهاد بودین هم بیرون بودین امی امی مزج از این تفکرات برای بر خاطر به خاطر از اینکه افغان ها ازو استفاده کردن چطور میتونیم اثر بسازیم افغان ها که واقعی بینا نفکر فکر بکنن افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم قسمی که شما و مهمان های شما در آغاز هم گفتن که مشکل اساسی ما در افغانستان این است که ما اکثران واقعیت های عینی را در جامعه مد نظر نمیگیریم چیز مامداران کنونی و فیلی افغانستان از این واقعیت ها دور ماندن و aksaran تصامیمی میگیرن این تصمیم وفق نداره با اون چی که واقعیت های اینی در جامعه هست چه خواست کسانی که مدت های طولانی را از افغانستان خارج بودن و بعضی از وطندارای ما شما تقریبا در سه دهه گذشته از افغانستان خارج بودن و میارهای از اونا و طرز فکری از اونها با کلی متفاوت است بله. و این باعث از, از این شده که با وجود از که نیات نیک دارن قسمی که شما گفتین اما بدبختانه در طرز فکر خود و در ارزیابی خود از واقعیت های اینی افغانستان اونا عاجز ماندن و یکی از مشکلات اساسی است که یکی از مشکلاتی که ما در افغانستان داشتیم فاصله میان نخبگان و طبقه عوام بوده و مشکل امیر امان الله خانم که مهمان های شما گفتن امی بوده که فاصله بین نخبگان و عوام باعث شده که نخبگان اکثرا از آنچه که در بطن جامعه میگذاره از او واقف نبود تشکر بسید یک دوست اینمی جوانه که اون پشتر شما نشسته فاضل اکمل خالقی هستم محصول سال چهارم فاکولتی قلوم سیاسی پنتون کابل سوال ما ای است که قسم که در شروع برنامه شما سوال کنید ولی ما فکر میکنم به جواب ماند چی عامل باعث شد که استقلال را کمان خان به دست بود برای علاوه از که حفظ نشد از او استقلال به دست آمده استفاده درست هم نشد می خوام اول تشکر با جواب سوال استاد محترم ما می پردازن آقای پنچیری می ربانی کنید به نام خداوند جان و خرد خدمت دوست عزیز جوان برومن میخوایم عرض کنم که عوامل عدیده در زمینه وجود داشت به گونه مثال اول در اطرافی های خود شاه لا باید این مسئله را جستجو کنیم که در اونجا هم در اترافیهاش افراد دارای اندیشهها گراهشها و تمایلات متنوع مختلف وجود داشت از یک جهت از طرف دیگهه هم استعمار به شکل از اشکال هم به شکل آشکارها و هم پنهان مداخلات و مزاحمتهای لازمه در او مقطه تاریخ انجام میداد و از جانب دیگهه هم بع اعمال و کارهایی که شاه امان الله در پایان سفرش از کشورهای اروپایی روی دست گرفت چیز واضح در او هم شتاب و عجله به کار رفته بود که همه ای عوامل زمینه ساز بود که تا جای هم علمایی که از نام دین سوی استفاده می کردند، اونا هم بری آتش بنزین ریختن از این جهت حقیقت مسئله است که شاه و امو دولت که در طی ده سال یقینا میتانست دستاوردهای را ایجاد کرده بود تو تکامل ببخشه او به مشکل و بسراشیبی افول و سقوط مواجه از استاد پنشیری تشکر <applause> میکنیم و حال چون شما میبینید که تنها دو خانم در اینجا تشریف دارن و سوال, هایی که مطرح میشه ماندار جنبه های عینی داره و هر کس از دید خود سوال میکنه ما میخوایم که از همشهری بسیار عزیز ما خانم شاگل رضایی یک سوال خود ما بکنم که نظر از اینا در مورد رول زن در در افز استقلال و, و او را به یک دستاورد مبدل ساختن شما چی میبینین که زنها چی کرده میتونن که در تربیه نسل جوان در ایک نسل جوان افغان برای از که از استقلال یک دستاورد مهمتر داشته باشه و بهتر داشته باشه زنها چی کرده میتونن و چی کتایی های وجود داره در این مورد فعلا بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت تمامی دوستان حاضر در جلسه من به باورستم که زنها از دوران امان الله خان حتی تا امروز اگر سنجیده شود نقش زنا همیشه بسیار برجسته بوده یکی جامعه چقدر نقش داده و زنا در افغانستان یک بخش قضیه کاملا یک بحث جداگانه ولی زنا در مقاطع مختلف از دوران جهاد افغانستان گرفته تا دورانی که افغانستان مبارزه داشته بوده بر علیه مداخلات خارجی در افغانستان در تمامی موارد زنا تانسته که نقش بسیار برجسته را بازی بکنه امروز هم که جایگاه زن در افغانستان از کنفرانس بون گرفته تا امروز تعهداتی که دولت افغانستان در قبال جامعه جهانی داشته بوده تعهداتی که دولت افغانستان در قبال تأمین بر حقوق برابر زن و مرد در قانون اساسی افغانستان تسجیل یافته و در حقیقت یک تعهد از دولت در برابر شهروندان میتوان تلقی شود کلا بیانگری ای که زنها در مقاطع مختلف تونسته که نقش بسیار جدی داشته باشند ما شاهد این بودیم که در قضایای بسیار جدی انقلابات و حتی حرکت ها و جنبش های بسیار کلان بعضا توسط ها در افغانستان رهبری شده اگر تاریخ نه چندان دور افغانستان چی باید کرد که در آینده زنها رول بازی بکنن تا دستاوردهایی که از استقلال ما داشتیم او باید دستاوردهای ملموس تبدیل شود من فکر چیزی که در رابطه به زنها میتونه مطرح باشه که برخورد نسبت به مسئله حقوق زن در افغانستان نباید برخورد شعارگونه باشه چیزی که در جریان ده سال گذشته اتفاق افتاده به ای که اگر ما خواهان و به واقعیت به نقش زن در جامعه افغانستان باور داشته باشیم خوبه که ها و زمینه های برابر با مردها برای زنها محیا شود تا با استفاده از این های برابر زنها بتونه جایگاهی که در رابطه به مفهوم بخشی استقلال میتونه داشته باشه این نقش را بازی بکنه اما بحث دومیه که اصلا در افغانستان چیزی که کمتر باعث شده که زنها تباروزی کمتر داشته باشه من فکر کنم دیدگاه نسبت به جایگاه زن در افغانستان بوده خوبه که امروزه با استفاده از شرایط فعلی دیدگاه جامعه افغانستان در رابطه به مسئله حقوق زن با استفاده از توانمندی که فعلا در اختیار دولت افغانستان و صراحت های جدی که در قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شده زمینه های برابر شود تا دیدگاه جامعه نسبت به بحث حقوق زن و جایگاه زن و نقشی که زن میتونه در راستای مفهوم بخشی هرچی بیشتر استقلال داشته باشه نقش حفاظ بکنه تشکر. تشکر. و بر میگردیم به استاد محترم دکتر راوش دکتر صاحب موضوعات فلسفی در ارتباط بحث استقلال موضوعات است که همه ملت ها بالاش بحث کردن اما مهمترین موضوع است که ما امشب نشستیم صحبت کردیم که استقلال،, استقلال 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 اما یک, یک مرد یا یک زن یک مزرعه افغانی استقلال چی, چی, چی فکر کنید استقلال چی مانا کرزای رئیس جمهور است امریکا در افغانستان است روسیه را شکست دادیم انگلیس را شکست دادیم ما در دا اینجا آزان هم میشنویم نماز هم میخوانیم اسلام هم است جنگ با, با, نام اسلام هم است اما یک دهقان گروگان واقعیت هاست گروگان طالب گروگان داخلی گروگان خارجی گروگان فساد گروگان بیقانونی امید دهقان چی،, چی, 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 بکنه که از این گرداب به سلامت در بیاید خدمت شما رو شبه که اول خو ایره از دیکان پرسان کنیم شوخیش جدی جوی که دیقان باید به با وسط آگاهی برسه که از این آگ... ای زندگی که داره از این آلتی که قرار داره آلتی که قرار داره باید در پای تغییر از این آلت باشه اول چی شوه که بتانه؟ خب این چیش ای که باید چی شوه اول باید سطح آگاهی دیکان بلند بره آه. یا, یا به باری ساده شور شور سیاسی آگاهی سیاسی آگاهی اجتماعی آگاهی از زندگی و تغییر کنه که تغییر هم کرده حال ما دیقان امروز ما با دیقان سی سال پیش افغانستان فرق داره انقلابات اجتماعی و تحولات و دگرگونی ها و جنگ ها و مبارزاتی که در افغانستان صورت گرفت این به به بیراه نرفته اما از این مسئول هم داره اطور هم نیست که ما یک, یک سره بگوییم که می سی سال جنگ بود و سی سال جنگ باعث ویرانی و, و دربدری شد سی سال جنگ باعث ویرانی دربدری شد بله ولی سی سال جنگ باعث بیداری و آگاهی ملت هم شد دیگه این ملت ملت دیروز افغانستان نیست حالا دیقانم برای رفایت فکر میکنه هم به برق نیاز داره حالا شما در قرا و قصبات برین راجع به برق سولاری گپ میزنن راجع به این گپ میزنن که انکشاف دات اگه بیه بر ما باید چی بده یا برق بده یا سرک بده یا مکتب بده یا شفاخانه بده دیگه دیکان و دیقان کلاسیک نیست که علی مکتب باشه عملا مکتب دوست داره ای که عوامل بیرونی سبب میشه که مکتب دی در قریه و قصبه در میته ای, ای, عوامل خود به خودی نیست شما گفتید دی کلاسیک استقلال هم استقلال کلاسیک نیست همین تعریف استقلال قرنبیست چی است؟ تعریف قرنبیست استقلال قرنبیست یکی است که باید در رابطه امگانی با تمام ملل با حفظ هویت خود زندگی کنیم با حفظ هویت خود با حفظ هویت فرهنگی تاریخی خود با پیشینی تاریخی خود در رابطه با تمام جهان زندگی کنیم ما بتیم و بگیریم از جهان یته رم امکان نداره که ما د ایجیزالشن مطلق یادای کی تجرید مطلق از ژوند زندگی ګوریم او وګوریم معزات هستی امکان نداره استاد تاسو پر نظر دغه موضوع چې ما مطرح کړل چې څنګه اوسو کرای چې د تجرید نو ځانو وباسو هغه کلاسیک تفکرات چې په افغانستان کې مروج دي چې مونږه تورل رو او وہو چپکاو استقلال اخلو بیا بالاږي په دغه ځای کې کینو د نت څنګه مونږ انتقال وکړو او جامعې ته انتقال ورکو نیوی اثر ته او څنګه نړی سره واشتي وکړو په دې په دې موضوع کې زه خلمړې د استاد خبره ته یې دوم چې زموږ جامعې او سپرونه جامعانه دي د جنگونو ځګر چې جنگونو تباکون ویل کېن پاین حال کې وای کور مې کو وسو دیوالونه په خشول نو پدې اساس جنگونو دا ګټه رسولي چې مخ ټول ولس خصوصا رادیو ګانی اوری نئی وادي د افغانستان په سیاست بلکې د جهان په سیاست تم کوي لیکن د دې لپاره چې موږ استقلال پایدار کوو د استقلال نه ګټه وچه تکړو او پاینده کې بیا داس وونې شي چې په د سیاست په میدان کې وګړو د جنگ په میدان کې وګړو د سیاست په میدان کې بایل د دې لپاره لوی کار زما له نظر د علم موجود د پوهه موجود د پوهه وی موجود ولسته درک ورکول ځوانانو ته درس ورکول ځوانانو ته تعلیم مهیا کول زما د نظر زما د نظر زموږ ځوان نسل د دقیق نس نسل دی دوی په ور کې را لوشو دي او دوی خپل مشکلات لري دی مثلا زموږ ځوانانو د سپاسانی درس نه دي زده کړی دوی ته مخکې شرایط وو منظم په 35 تر اوتلو کار ورته لیکن دوی د دې جنگ په شرایطو کې نه دوی ته خوانځي او نه دوی ته پانځي او نه دوی ته د کار زمينه شته دوی په خپل چې څکلی په خپلې کېړي نه په داساز د نسل ځوان نسل دی او په دې ډیر شو کلو نو کې دوی د زیاتو تجربه خوندان شوې دي فقط د یو غمخور حکومت دي وی ملی رهبری دي سالم رهبری دي سالم ملی رهبری ضرورت دی متاسفانه نه دراغلي او څو چې داسي رهبری رانی شي زمو مشکل نه دي او خپل مننو ته زوبیا دلته او یو سوال به مطرح کو او سوال به داسې مونږ خپل استقلال وګاټه په تور په میرانا په ساشندونو او زال سوزالم ده کاروکه مګر څه د تاسو په نظر هر یو په 136 ثانیو کې د تاسو په نظر 230 د دین یو یو نوایشي جوړ کړي د افغانستان د اندله لپاره چې مونږه د اغا د ملی یو محور پايس اوسات لیسو دغه دغه سوال ټوله تاسو راځي دا او ټوله په پتو کوم اول ميرم به یني دوستمو کې بسر آرام نشسته خوده معرفي کنن د دې موارده موږ به د 30 ثانیه 40 ثانیه امی سوال اگه جواب بتنش. بیشتری است که زمانی که ما برتون میره بگویم که اگر از روز استقلال تجلیل به عمل بیاید او دستاورد هایی که در طول مدت یک کشور می داشته باشه و اونا رو به سنی عمل بگذاره این خودش یک نوع تشویق باشه بر ملتش یک نوع تشویق باشه بر مردمش یک نوع تشویق باشه بر جوانش که جوانش امیدی را داشته باشه که سال بعدش سال بعدش به خاطر بهبود کشور بیاندیشه شما منار استقلال دارین که در ریاست جمهوری در زندانی هست. هست. در محتوا در م... محدود است خود رئیس جمهور افغانستان اونجا بیشتر میره پایش اکلیل گل میگذاره از نزد مردم افغانستان پنهان شده منار دیمازنگ شما دارین اصلا کس نمیدانه که از سر از او چی میگذاره و به چی خاطر اونجا گذاشته شده بود سپایی گمنام شما دارین چی باید بکنیم که همیشه بس, م... بس است که از این روز اگر به مو شکلش که وجود داره باید تجلیل به عمل بیه و دستاوردهای کشور هر سال در مظهر مردم افغانستان قرار داده شود در غیر از او ای پوشیدگی ها و ای گونه گزارش هایی که یعنی شما هدف نیست که ما به خاطر از اینکه نسل های اندر تشویق بکنیم اقلا از از همه دستاوردها و همه چیزهایی که دار داریم او را ورا را اقلا یک وسیله تشویقی به بگذاریم طبیعی است اردوی و افغانستان اونجا بنمایش گذاشته میشه سلاحی که وجود داره سلاح مدرن وجود داره اونجا بنمایش گذاشته میشه پیلوت هایی که وجود دارن و بالاخره هوابازی میکنن اونا بنمایش گذاشته میشن اینا مانورای نظامی و مانورای دیگه که زمیمه است مثل که جشن کارگری داشتیم و شما جشن دیخان داشتیم بلد. و بالاخره حرفای دیگه زمیمی از اینا کنسرت هایی که وجود داشته در قبل به مناسبت جشن است منطقه داشتیم به نام منطقه جشن, جشن یاد میشد اینا همش من نیرو میداد قدرت میداد توانایی میداد ولی متاسفانه که افغانستان بعد از مدت دوباره پس امیل ازم در دام اشغال است و تلاشی میره که گویا افغانستان استقلال سیاسی خود نداره اگر استقلال سیاسی داره استقلال اقتصادی خود نداره یک ندار. بسیار خوبه شما به یاد ما دادین میخوایم از یک از یک دوست سوال بکنم میره که از از دکتر سوال میکنم استقلال 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 ملی استقلال سیاسی اما در این زمان یک موضوع که هیچ کس سرش بحث نمیکنه است که یک دولت در داخل مملکت باید استقلال دولتی هم داشته باشه امروز دولت ما گروگان باجگیری علاقات است که امتیاز میخواین آیا این دولت مستقل است در, در داخل در, در عمل مستقل است؟ من خو فکر میکنم که دولت که به هر گروه باج میته در داخل مملکت استقلال داخلی تا نداره امروز قانون نمیتونه تطبیق بکنه یک دولت به خاطر اینکه به این گروه یا به اون گروه باج بده این این چی فکر فکر میکنید نگاهی از نگاه فلسفی نه فلسفی مشکل است که فهمید نگاه فلسفی این دولت واقعا در گراگور نیروهای مختلف هست ولی داره میره به طرف ازی که خود رها کنه ازی برای ازی که ما وضعیت 20 سال قبل نداریم اما دولت واقعا اگر کسی استقلال داخلی نداشته باشه در دا داخل مملکت خود استقلال ملی را درست تامین که نتانسته باشه بسیار مشکل است که بگوی از استقلال سیاسی آم بیرونی هم گپ بزن مردم را باید بزن خارجا تحریک کنیم این مشکل است ولی ولی ایران ای باید در نظر بگیریم که افغانستان در یک در یک, یک مشکل چند جانبه قرار داره متاسفانه پروگرام هایی که از کنفرانس بن به بعد شروع شد تطبیقش در درست صورت نگرفت پروسه دایاک درست صورت نگرفت خل سلا درست صورت نگرفت جنگ تحمیل شد و غیره و غیره عوامل مختلف سبب شد که تا این دولت هم در گروگان باقی بانه و از طرف دیگه خود دولت هم مزدرون کارایی لازم ها نداشت دولت در باقی بانه یا خودش خود در ساخت؟ ولا هر دو نه تنها که گروگان ساخت بلکه بلک در گروگان باقی یا هم کنفرانس بون ما را و کنفرانس بون هم رقمی که لازم بود دایر نشد کنفرانس بون یک کنفرانس نام بود کنفرانس بون بین مزرعت میخوایم تکنوکرات های بیرونی کشور و یک تعداد نیروهای جنگ جنگی در افغانستان مهندسین خارج سا... سایر نیروهای ملی افغانستان روشن فکرا حضور مثلا 500 هزار نفر یا یک نفر یا 5 لک 10 لک نفری که در افغانستان کارمند دولت در نظام بودن ساختار داشتن نظام دولتی داشتن حضور از اینا اصلا وجود وجود نداشت, نداشت. بنابران این کنفرانس خودش یک کنفرانس نامتعادل بود پرابلم از از مکرفران زبون هم آغاز میشه متاسفانه و بعد خود دولت دولت, دولت نتونست تو دولت کارگزاری باشه که تایفای وسیع اجتماعی را جمع کنه و نیروی مشارکت ملی را تأمین کنه و نیروهای مختلفه دولت ای برخورد کرد با اشخاصی که خود به اساس, اساس تقسیم اوقات خارجی بر اساس یا تقسیم اوقات یا تطبیق قانون نتونست خب دوباره بر برمیگردیم و دوستای خود اینجا و امی سوال مطرح میکنیم از آقای کلکانی شروع میکنیم می کنیم. سوال رک کردیم باز میایم به با آقای امیری باز به با آقای بیژن میریم باز به با دوستا با ما با اصل دوستای جوان ما میریم باز که اصل برنامه شما ختم کنین بسم الله الرحمن الرحیم اول خو خطاب ما به جوان ها هست که جوانای عزیز در این قسمت باید دقیق باشند که متاسفانه متاسفانه اوزای ناهم گوارای دهه های اخیر متاسفانه تاریخ افغانستان به شکلی که لازم بودهاست درست نوشته نکردن که خصوصا زبعد از, از سقوط امانالله خان و قیام مردمی که در برابر امان الله خان قرار گرفت به شکلهای وارونه و غلط جلوه دادن که باید نسل جوان افغانستان در این مورد تحق... تحقیق کنن و تفحص کنن و این رو در مورد سوال و سوالی که ما به جوابش میم اصلا اه اه سوال مطرح میکنیم من سوال ما... یاد داشتم سوال یاد دارم چیزی که بر... به نظر من مهم است از لحاظ مسائل اقتصادی از لحاظ مسائل استقلال در قدم اول ضرورت ما از استقلال سیاسی کرده از استقلال حتی فرهنگی کرده ما ارج میتونم به مسائل استقلال اقتصادی کشورها و ملتها و مردم هایی که از لحاظ اقتصادی تانستن خود سرپای خود استاد کردن و تانستن که مشکلات اجتماعی خود چیز بکنند. بعد ما در قدم اول باید استقلال اقتصادی داشته باشیم هم در بخش های بر فرهنگی و هم سیاسی ما میتونیم استقلال خود داشته باشیم که متاسفانه مشکلاتی که در افغانستان موجود شده است عدم عزیز که ما پیشرفت های اقتصادی نداریم از آقای کلکانی تشکر میکنیم و حال میریم به آقای بشیر بیژن بسم الله الرحمن الرحیم عرض ادب دارم برای همه عزیزا امیدوار هستم که ما یک فرهنگ ترویج بکنیم که مثل همیشه از کنار تاریخ و حوادث تاریخ تشریفاتی عبور نکنیم و نه روز ما بیبود پیدا نمیکنه آنچه دوستا بحث کردن انگیزه استقلال در نزد مردم افغانستان در زیر رهبری شاه امان الله در روز زمان وجود داشت و بر مبنای امو بود که استقلال به دست آمد اما نقیصه بسیار بزرگ ای بود که انگیزه حمایت از استقلال متاسفانه از, از جانب حکام خلق نشد که اولین فاکتوری از او همبستگی ملی میان اقوام افغانستان است بین ما بر حقایق زندگی ما نگاه بکنیم به همین نگاه نشد که سر انجام روزی از ای تا او جای رسید که بس اقوام یک طرف در افغانستان مجاهد مجاهد کشت کمونست کمونست کشت هی از حقیقت زندگی ما اگر ما حقایق زندگی خود برملا نکنیم ما نمیتونیم رای رفتن به آینده را پیدا بکنیم آنچه آقای سلطانزوی گفتن ما با حرف آخرشان که دولت باج میته مخالف هستم این دولت به با کس باج نداده و باج نمیته این دولت جز یک فرهنگی است که از زمان با وجود آمدنش از اون فرهنگ پیروی میکنه او فرهنگ ای است که برای رسیدن به قدرت برای حفظ قدرت برای گرفتن چوکی همه ارزش ها را در وطن پایمال کرده و پایمال میکنه با تمام اجزای متشکلش از هغه ویژن تشکر میکنیم او لمرم به دوست بسیار عزیز ما از جمله معسلین زاول یو سوال لرم ورسته و بیا تاس سوال. سوال خو سوالونه خلاصول خو... بل... سوالو کي كي... وخت جواب ورکړل ادله سختن طالبانامه اسمع الله عليه وسلم د کابل پانتون د جرنالیزم پانزي زلورم کال حاصل لمړی سوال زما دا اچي نن چتاس په دوران قصر کې دا خبرونه په لار اچول ده د دې معنی سره از مونږ هوا دوالته او چوکچو په بهر کې او بل دا چې کوم هوا چې خپل واکیول لري هغه په خط توګل مانځي او هغه د یو انرژي یا د یو الګو په صفات د هره هوا د وګړته انرژي ورکوي او پرمخسي ولی متاسفه نه په افغانستان کې د خپل واکې پر ځای نور مسایل وته او یا بعضی اشخاص یا بعضی خلک قومي مسایل ته ډیره پاملرنه کوي د دې پر ځای چې خپل واقعیت پاملرنه وکړي او آیا د نننې حالت چې تاسو ګورئ تاسو خو زموږ مشرانه هستی د ته مونږ خپل واقعي وایلی شو کوایلی شو په یقین د تاسو ډیره مننه اوسو خو هغه لې معين مرسته آلته چې ډیر لاند خپل نظر ووي Uh, دوستانو ته د احترام پر وړاندې کول سره د استقلال او خپلواکۍ دا مطلب د دې چې یو ملت کله يرغلګر د خاورې روشړي غاصبين د خاورې نه وشړي بیا وروسته د هغنه د هواد د ابادۍ لپاره د هواد د پرمختګ لپاره د په هواد کې د ټولو اقوام د اوسېدو لپاره د مساوي حق ژوند د شرایط او د برابرول لپاره د خزو هنر لپاره د په هیوځکلي د شرایط او د برابرول لپاره باید دوی مټه راون غاړي او د دې ژوند د سوا د باعت باعت دا پښتنو په ارتباط بات وایم دا پروګرام دلته د دې لپاره جوړ شوی دی چې متاسفانه منګه د استقلال دراسته لا وړونه او ست د قانون او نقل افغانانو تم دا شرایط برابر نکړل افغانستان د دغه کڼوالې په شکل افغانانو تپريخوت ډیر تشکر ډیر مننه ښه لمرستل او اوس بلارسو د یو ځوان سوالتوب او تفسیر ته په غوښتنې لکه چې شته ته پنامه محمد یونس مصلی فرهایم د کابل د پونتون د حقوقي او سیاسي ولوم دریم کال موصل از ما پوند د راستي چې موږ استقلال مناسب راوي موږ دې د پاره byteArray چې وسم هغه د ملی ميور پیسې وساتو هغه وزنی لري چې موږ ملی وحدت وساتو خپل ملی منافع د خپل شخصي منافع د ملی منافع د پاره قرباني کړو او دا یو هغه وزنی شی دی چې په سوله د په وان څنګه د ډیره کما په رندې تساوی د تاسو نه ډیره مننه کوم اوس به امیر سکتدارو بسم الله الرحمن الرحیم اول د نړۍ ما کلیزه دی ازادي ټول خلکو ته مبارکي وایم اورستلېغه خبره می دا د سي ز په دې نظر مې چې په افغانستان کې همیشه لپاره ازادي خو هانه ته قدر نه د ورکرنسوي چاس دی ملک ازادیت لا سکرې او راغل د اوسنی حالت کې کوم مشکل لرو حکمرانان وته لکه مکه کیسی استاد رپی ورته اشاره وکنه زری امن الله خان یو شته په ډیر لن شکل اشاره کوم سی لنن اتاتیه یا ناچا کلمه کی په پکتیا کې امن الله خان دی ما جنې کومې ملمد شي ادم خان خروټیو کلې سی وینې تاسو په کلیو بانډو کې لیدل دي ملما راشي لټول کورونو نه چای په پدنسو کې ورته را شمن الله خان ګورېز تقریبا په زرهاو په 900 راغلی سروزه یو زرکره کله ورته دا ټول چې هو ځنه سم خورې نو کله خپل از کرتر ته ویای چې ورسه یو چاینک خالیکه له هر چاینکه چې وی وقته چایو پکې راواچو شین چای تور چای طریق چای دي شی دو چای دا ټول ګډي او هغه خلګو ته په دغه شکل کې نا تور کې استعمال دي تاسو دي ټول چای خوراله سره له غشي ز دې منل خان پකිدویل حزمخالی پم خو حق تصې دي د لاس تراونه نیوي د تایید وړ دي او موږ باید پیغلارته لوي چې افغانستان هم نن په ټول دنیا کې سیال نه درلو خاغل امیرینه مننه کوم وoverline gerdem ba mehmanai aziz de khod de ustad Habibullah Rafina aw khaghalay Dawood Rawshna der amanase munga sara mo program stroke der aman aw o me me si byaadi ba sta edamaworko dostai aziz istiqlal milli manande mazreis ke bayat parwarish wa muraqabat shawa نه به خاطر از که او را تماشا کنیم اما به خاطر از که از او حاصل بگیریم و محصول از او دستاوردهایی باشه که منیس یک دستاورد واحد ملی مردم افغانستان در همه شون از او مستفید شون و منیس مالکین اصلی از او دستاوردها از او پاسبانی بکنن ورنه استقلال تنها با شمشیر زور و کشتار خاتمه پیدا نمیکنه و تا مردم یک مملکت احساس مالکت در حفظ از نداشته باشند او استقلال پایدار نخواهد بود امیدوار هستیم به خاطر استقلال پایدار افغانستان همه کوشا باشیم تا برنامه آینده و روز آینده شما را به خدا میسپاریم خدا نگهدار